زوزه کشان تجزیه ایران وقتی میبینن یک ملت اعلی حضرت رو میخواهد، یک نیشن اعلی حضرت رو میخواهد، طبیعی ما در جنگی. یاران پروژیک لون، درود بر شما. 14 اسفند با هست، هر جا هستید خوب و سلامت باشید. یه آپدیت میخوام بدم از رخدادهایی که سعی میکنیم ما بیشتر بهش بپردازیم در پروژیک لون، و در مورد این داریم میگیم که دشمنان ایران، ما یه اپوزیسیون ایران داریم، یه اپوزیسیون جمهوری اسلامی، باید حواسمون باشه دو تا رو از هم جدا بکنیم. دشمنان ایران سعی کردن در باره‌های مختلف که چند ماه اخیر من گفتم در سه موج به ما حمله خواهد شد و موج چهارم، یعنی موج چهارم در مرحله پنجم انقلاب، یعنی نبرد رو در رو، نه فیزیکی، فردی به اسم برنارد لوی که بیشتر در موردش صحبت خواهم کرد. خیلی هم گفتن از همکارا و همیهنان صحبت کردن از اینکه ایشون اومد در بنگلادش، در سودان، در یوگسلاوی، در عراق و چند تا نقطه دیگه، همچنین لیبی، سعی کردن که کشورها رو تجزیه کنن. و خیلی جالبه، ایشون همیشه نهایت تجزیه کشور و اعلان جهانی اون در دولت‌های دموکرات بوده، یعنی همزمان یک دولت دموکرات در امریکا سرپا بوده. در مورد عراق به جایی رسید که بارزانی اومد با کمک ایشون، یعنی با تئوری‌های ایشون اومدن یک در سال 2017 یک همه پرسی گذاشتن که به جایی نرسید چون دولت دونالد ترامپ بود. اینا یعنی چی؟ یعنی اینا اومدن از تهدیدی به اسم پسا داعش و اینا استفاده کردن، گفتم بزرگی ما به بزرگی دشمن ما هست، استفاده کردن که بتونن کردستان رو از دیدگاه خودشون به یک کشور تبدیل بکنن. و من همیشه میگم اخیرا آقا اول چرا نمیرین سمت اردوگان، برین سمت ایشون، از ایشون بپرسین، از ایشون هم بر حقتون رو بخوان. حالا بریم جلو ببینیم قضیه چگونه است. دیدیم که در عراق نتونستن، به جایی نرسیدن، در سودان شمال و جنوبی داریم، در لیبی که رسما این کشور تجزیه شده، اگه یادتون باشه هیلاری کلینتون گفت چی؟ ما رفتیم زدیم اومدیم. در مورد لیبی به همین راحتی اینا اینطوری صحبت میکنن. در مورد یوگسلاوی 4 دوره جنگ شد، 89، 91 و 96 و 99، 2001 فکر میکنم که باز هم در دولت کلینتون بود که ثبت شد. یعنی چی؟ دولت‌های دموکرات امریکا همیشه نه مشکلی داشتن و حتی کمک کردن به تجزیه برخی کشورها که به نفع خودشون هم هست. یعنی شما با تجزیه کشورها و درگیر کردنشون با هم اسلحه میفروشی. و حالا خواهم گفت قضیه چیست. ببینید، من چند ماه پیش بود در تیر ماه امسال اومدم گفتم که اینها به دنبال ایجاد جمهوری گلوبالیستی وابسته و یا جمهوری های گلوبالیستی وابسته هستن. بار اولین رئیس جمهور زن گفتم اگه به برخی در اپوزیسیون حتی جایزه نوبل هم دادن تعجب نکنید که دارید میبینید مثلا برخی بهشون جایزه هایی داده میشه، من اسم نمیخوام بیارم. پس من اگه قدرت طلب باشم در صورت تجزیه ایران، این مجاهدین اینجوری فکر میکنم میدن که اگه ایران تجزیه بشه مریم رجبی میتونه مثلا این رئیس جمهور بشه، از اون طرف کسان دیگه. حالا ببینید چی گونه است. الان ما در مورد افراد تو اپوزیسیون حرف میزنیم، جوابمون اینه، در موردشون صحبت نکنید چون ایشون در اپوزیسیون هستن، صحبت در موردشون ممنوعه. حرف که میزنیم میشیم برهم زننده اتحاد، حرف نمیزنیم اینا دارن کار خودشون رو پیش میبرن، ولی ما حواسمون هست. چند ماه پیش گفتم حلقه موناکو میان استفاده میکنن از زیبارویان. الان دارید میبینید گلشیفت فراهادی چند بار با آقای برنارد لوی ملاقات کرده. ولی یه چیزی میخوام بهتون بگم بچه ها، اصلا بحث ایشون نیست، ایشان کوه یخی است که من بچه این طرح رو ببینید که من همین امروز کشیدم. ایشان که یک ببینید، گفتم یک کوه یخ رو که شما میبینید 99% زیر آبه، 1% بالای آبه. این 1% اون سطح آب رو میبینید، این 1% آقای برنارد لوی است. در زیر سطح آب، در بدنه آن کوه یخ، ما سیاسیون اروپایی رو میبینیم، ناتو رو میبینیم، مافیای سلاح، میلیتری اندستریال کامپلکس رو میبینیم که ما در مورد این حرف میزنیم ما رو هک میکنن، ما رو تهدید جانی میکنن. پس یعنی حرفمون درسته دیگه، بگه بحث ایرانه، بیا بزن بکش، اصلا مشکلی نیست. بعد مافیای انرژی رو داریم، احزاب کرد رو داریم و جمهوری اسلامی، اینا در کنار هم هستن که برنارد لوی در بالای سطح آب است، یعنی اونی که من و تو میبینیم. از اون طرف میبینید برنارد لوی وصل به الیت واشنگتن و وال استریت، وصل به سلبریتی های حلقه موناکو، مثلا خانم گلشیفت، زیبارویانی هستن که من 6 ماه پیش، نه 9 ماه پیش گفتم ازشون استفاده خواهد شد.
گنداب رسانه میبینید، گنداب رسانه به حلقه موناکو وصله، به برنارد دویی رو میبینید ازش استفاده میکنن. ببینید چهار تا خطی که از گنداب رسانه اومده پایین: سیاسیون اروپایی، ناتو، مافیای سلاح، مافیای انرژی و احزاب کرد. گنداب رسانه بال تجزیه ایران است. اگر گنداب رسانه میاد الان براندازی میکنه، شما نباید فریب بخورید. طبعا اینا باید براندازی بکنن که ایرانو تجزیه بکنن. ولی ما ایستادیم. کینگ رضا پهلوی وقتی این ندا شنیده میشه، تمام ستونهای اینا به لرزه میفته، فرو میپاشه اصلا. حالا آقای برنارد دویی میاد میگه، میاد اروپاییان از چی میترسونه؟ چون خودش یهودی، میاد میگه ببینید آدولف هیتلر اومد به آریایی ها رو، به اسم آریایی اومد یهودی ها رو کشت و این طرف ما آریای شرقی رو داریم، میخواد اروپایی ها رو بترسونه. بذارید بهتون بگم، آدولف هیتلر، خب من دیگه تاریخش رو درس میدم، آدولف هیتلر کسی بود که اومد افراد زیادی رو فرستاد به کشورهای مختلف برای رسیدن به تکنولوژی های مخفی، برای رسیدن به علم هایی که دیده نشده و گفته نشده، حتی به قطب جنوب رفت. حالا اومد یه نماد سوفستیکا، اومد از یا سوفستیکا رو اومد از هند گرفت، نژاد آریایی رو از ایران گرفت، یه چیزی معلقتی درست کرد، اونجا تحویل اروپا داد، یعنی برای خودش پروپاگاندا درست کرد. حالا این اومده میگه چی؟ میگه آقای برنارد لوی اومده میگه که نه، این آریای شرقی همون بلای سر شما خواهند آورد در صورت آزادی ایران که همین هیتلر بر سر یهودی آورد. این کاملا اشتباهه و منم در مراوداتم دارم میگم که این یک پروپاگانداست. پس این هم یه تکنیک ایشونه که داره استفاده میکنه و کمتر کسی توجه میکنه. من در تیر 401 گفتم جمهوری گلوبالیستی وابسته اینا به دنبال تجزیه ایرانن و گنداب رسانه بال تجزیه ایرانه. همه گنداب رسانه نه، من گفتم برخی افراد رو ازشون جدا میکنم. مثلا رسانه ایران اینترنشنال ببینید به یک بار موج عوض میکنه و ما متوجه ایم. یه سری اصلاح طلبه، بعد میشه برانداز، الان شدن برانداشون دستور دارن، ایشون میره مثلا جنگ داخلی فلان جلا میندازه که الان مثلا شاخه خارجی اپوزیسیون ایران گرفتید، اپوزیسیون ایران که با جمهوری اسلامی در ارتباطن، دارن تبل جنگ داخلی میزنن. اینا کارهایی که اینا میخوان، تعریضیه که این بر صورت میگیره. برنارد لوی برای مثلا ایجاد سودان، تبدیل سودان به اون کشور، برای تبدیل یوگسلاوی به اون کشور، اگه ایشون بوده که حتما هم تاثیر داشته ایشون، به چی احتیاج داره؟ به همینایی که زیر کوه یخن. کیا زیر کوه یخن؟ سیاسیون اروپایی، ناتو، مافیای سلاح، مافیای انرژی، حالا احزاب کرد جمهوری اسلامی در مورد یوگسلاوی نیستند. ببینید پس اینا یک حاله‌ای هستن که با هم در ارتباطن و شما رو میان گول میزنن. گفتن به هر خبری به اندازه خودش بپردازید. وقتی فقط و فقط ما میریم به دختران دبیرستان میپردازیم، که ما هم یه کلیپ داریم، یعنی پست قبل این کلیپ در مورد ایشون بچهای عزیزمون هست، ولی همزمان اینا دارن چیکار میکنن؟ که استفاده از زیبارویان، استفاده از زیبارویان، یعنی داره یارکشی داره میکنه آقای برنارد لوی. قضیه این گونه. زوزه کشان تجزیه ایران وقتی میبینن یک ملت اعلی حضرت رو میخواهد، یک نیشن اعلی حضرت رو میخواهد، طبیعیه ما در جنگی، اینا دستیزهای خودشون رو میکنن، ولی ما متوجهیم. من میام میگم پشت این آدم کیا هستن. ما باید به اهداف ایشون توجه بکنیم، نه به گذشتش. چی در هدفش؟ هدف اینا اینه که از این پس از آزادی ایران، قبل از آمدن دونالد ترامپ، قبل از آمدن دولتی میهن پرست، دولتی ریپابلیکن در امریکا، کارو تمام کنن، یعنی کردستان رو از ایران جدا بکنن. این هدفشونه، را در این صاف بهتون بگم، ولی کور خوانده اید. چون دیگه ما نه ملت یوگسلاوی هستیم، نه سودان، نه لیبی. ملت ایران ملتیست آزمون داده، ملتی سیاسی، ملتیست که برید ببینید در زمان اتفاقاتی که افتاد در همزمان در این کشورها، کسی از اون ملت اصلا برنارد لوی رو میشناخت؟ یعنی ما میهن پرستان در مسیری به اندازه عرض یک کمربند داریم حرکت میکنیم. هر جاستی شاد باشید.